رضا حاج حسینی گار از شهر مالمو سوئد همراه ما هستند آقای حاج حسینی اظهار از وضعیت برج آزادی در سالهای اخیر برای ما بگید گزارش‌های قبلا درباره مرمت نکردن و همینطور نفوذ رطوبت در این سازه منتشر شده بود سال 90-91 گفتند به دنبال بازسازی هایی که اتفاق افتاده وضعیت کمی بهتر شده اما همچنان این نفوذ رطوبت حاصل از آبیاری فضای سبز و اطراف در برج قابل مشاهده است همچنین دیوار نویسی ها ردی که از حرکت موتورسیکلت ها میفته روی این محوت کف این محوته همینطور مثلا مواقعی مثل چهارشنبه سوری که احتمالا آتش بازی های بدون مجوزی در محوته این برج اتفاق میفته اینها همه آسیب زننده است رسیدگی دقیق و درست ما میدونیم که متاسفانه به چنین آثاری نمیشه نمونه دیگر در واقع آثار فرهنگی قدیمی در تهران تاتر شهر رو داریم که به همین ترتیب اون هم آسیب دیده در طول سالیان گذشته روند مرمت و بازسازی در مورد اینها اصولی نیست در واقع کسی متولی این ماجرا نیست بعضا وقتی که کار خیلی بحرانی میشه تلاش میکنند که یک بازسازی انجام بدن یا یک رسیدگی بکنند که اونها هم خود صدای خود کارشناس ها رو معمولا در میاره یعنی روند بازسازی هم روند چندان اصولی نیست این مرمت مرمت چندان درستی نیست اتفاقی که الان افتاده این است که ما در آستانه نوروز این خبر رو داشتیم که نیروی زمینی ارتش دژبان کل در, هم در, در واقع همکاری با شهرداری قرار شده است که توپ در بکنند در میدان آزادی ولی مسئولان برج میگن که با اونها هماهنگی نشده خب این خیلی نکته عجیبیه و همینطور این که های از وزارت میراث فرهنگی استعلام شده کسب مجوز شده این هم الان روشن نیست و وضعیت فعلی رو در واقع به وجود آورده اما چقدر احتمال داره که حالا همین ترک های تا تازه در اثر همین شلیک توپ بوده باشه راهنمای طبقه آخر برج گفته است که اینها ترک های تازه است یعنی او که احتمالا مسئول رسیدگی است و وضعیت رو باید در احتمالا فواصل زمانی معین بررسی بکنه این ترک ها رو ترک های تازه میدونه گروهی از خبرنگاران بازدید کردند از محل این ترک ها به اونها نشون داده شده به نظر میاد که در, در واقع نزدیک پنجره هایی است که روبروی محل استقرار این توپ ها قرار داشته و حقیقتش این است که عقل سلیم اینطور میگه که خب در کردن هشت توپ مشقی در نزدیکی سازه برج آزادی میتونه به این برج آسیب بزنه ولی ما میدونیم که این تصمیمات وقتی گرفته میشه تابع اصول و منطق نیست با بر اساس یک در واقع نوآوری هایی که دو دوستان فکر کنند ایده هایی که در لحظه ممکنه به ذهنشون برسه معمولا شکل میگیره و عواقب این چنینی بر جای میگذاره متاسفانه مسئولیت این عواقب رو هم بعید میدونم که بپذیرند یعنی به لحاظ در واقع آنچه که تا به حال اتفاق افتاده تجربه های مشابه این است که احتمالا این تاثیر در کردن این توپ ها بر این ترک ها تکذیب خواهد شد و بعد هم نهایتا موضوع اساسا به فراموشی سپرده میشه این چیزی است که ما پیش از این دیدیم امیدوارم که دست کم در این مورد چنین اتفاقی نیفته رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالما از شما